کنفرانس ژنو دو با تأکید بر لزوم برکناری بشار اسد و محکومیت همدستی سپاه پاسداران و عوامل خامنه‌ای با دیکتاتور خوناشام سوریه از سوی ائتلاف ملی سوریه برگزار شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا: بشار اسد جزی از دولت انتقالی نخواهد بود، چرا که او مشروعیت خود را از دست داده است. فردی که با وحشیگری علیه مردم خودش عمل می کند نباید به حکومت ادامه بدهد. احمد جربا، رئیس ائتلاف ملی سوریه: ارتش آزادی سوریه در یک جنگ شدید با سپاه پاسداران رژیم ایران درگیر است. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی: راه حل خروج سوریه از بحران کنونی، خروج همه نیروهای خارجی و در رأس آنها خروج سپاه پاسداران رژیم ایران از خاک سوریه است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه: نقض حقوق بشر و کشتار شیمیایی توسط رژیم بشار اسد یک جنایت کشتار جمعی است و نمیتواند فراموش شود. کنفرانس ژنو دو امروز چهارشنبه دوم بهمن 22 ژانویه با شرکت 39 کشور و به ریاست بانکیمون دبیر کل ملل متحد در شهر مونتروی سوئیس آغاز شد. قرار است این کنفرانس یک هفته تا 10 روز به طول بیانجامد. رسانه‌های خبری در گزارش‌های خود طرد خفتبار رژیم آخوندی از این کنفرانس را برجسته کردند. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت: اگر دولت سوریه به حرف مردمش گوش می‌داد و پاسخ نیازهای آنها را می‌داد، نیازی به برگزاری این کنفرانس در چنین محلی نبود. بیش از 6 میلیون نفر در داخل سوریه آواره هستند و بیش از 9 میلیون نفر نیاز به کمک‌های انسان دوستانه دارند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در قسمتی از سخنان خود گفت: ما فقط یک گزینه پیش روی خود داریم، آن هم تشکیل یک دولت انتقالی است. بشار اسد جزی از این دولت انتقالی نخواهد بود، چرا که او مشروعیت خود را از دست داده است. فردی که با وحشیگری علیه مردم خودش اقدام می کند نباید به حکومت ادامه دهد. نمی توان یک ملت و یک منطقه را گروگان یک فرد نگه داشت. انقلاب سوریه در ابتدا مسلحانه شروع نشد و مسالمت آمیز بود. این رژیم اسد بود که آن را به یک مقابله خشونت آمیز تبدیل کرد. Transition government formed by mutual consent. Now we need to deal with reality here. We really need to deal with reality. Mutual consent, which is what has brought us here, for a transition government means that that government cannot be formed with someone that is objected to by one side or the other. That means that Bashar Assad will not be part of that transition government. احمد جربا، رئیس ائتلاف ملی سوریه، در بخشی از سخنرانی خود گفت: ارتش آزادی سوریه در حال حاضر در یک جنگ شدید علیه سپاه پاسداران رژیم ایران و حزب الله لبنان درگیر است. هر گونه بحث در مورد بقای بشار اسد در قدرت، یعنی خارج شدن این کنفرانس از مسیر و برنامه آن. اکنون سوریه با کارهای تروریستی رژیم اسد و مزدورانش چراگاه تروریست ها شده است. سیدات و ساده، لیدیز اند جنتلمن، فی صباح 28/5/2011 خلال عبورها سرت البيسه في حمص 2011 متوجهه الى مدرستها في باص يقلها مع رفاق وقارب. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود تأکید کرد: راه حل خروج سوریه از بحران کنونی، خروج همه نیروهای خارجی و در رأس آنها خروج سپاه پاسداران رژیم ایران و شبه نظامیان حزب الله از خاک سوریه است. اولا الانسحاب الفوری لكافه القوات والعناصر الاجنبيه من الاراضي السوريه بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز گفت: نقض حقوق بشر و کشتار شیمیایی
که توسط رژیم بشار اسد صورت گرفت یک جنایت کشتار جمعی است و امکان ندارد آن را فراموش کنیم. رژیم اسد مسئولیت بزرگی در این باره به عهده دارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان در بخشی از سخنرانی خود من جمله گفت شکست در اجرای بیانیه ژنو یک باعث افزایش بحران آوارگان سوری و ازدیاد کشتار گردید. برای هر سخنران حداکثر 10 دقیقه زمان مشخص شده بود، ولی ولید معلم وزیر خارجه رژیم اسد بیشتر از 30 دقیقه صحبت کرد که با اعتراض و تذکر مداوم بانکیمون مواجه شد. You just heard from the foreign minister of Syria, Walid Mualim, as he spoke for about 30 minutes, and towards the end you heard a little bit of back and forth between the UN Secretary General there, Ban Ki-moon. اظهارات سخنگوی سازمان ملل درباره علت طرد رژیم از کنفرانس ژنو دو و مواضع متناقض حکومت آخوندی. ابتدا یک تفاهم شفاهی با ظریف وجود داشت، اما در عمل عکس این اتفاق افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل روز سه‌شنبه قویاً از کنار گذاشتن رژیم ایران از مذاکرات ژنو دو دفاع کرد. این در حالی است که ظریف وزیر خارجه رژیم تصمیم سازمان ملل مبنی بر پس گرفتن دعوت از رژیم و بیرون کردن این رژیم از کنفرانس ژنو دو را عملی دون شأن دبیر کل خوانده و از بان کی‌مون خواسته بود تا دلایل واقعی این تصمیم را بگوید. سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به خبرنگاران در این باره گفت مقدمتاً یک تفاهم شفاهی با ظریف وزیر خارجه رژیم ایران وجود داشت که دبیر کل را به این باور رساند که به دنبال صحبت‌های وی با ظریف یک یادداشت کتبی نیز وجود خواهد داشت، اما در عمل عکس این اتفاق افتاد. فرهان حق گفت به همین خاطر دبیر کل با ابراز سرخوردگی از این کار رژیم ایران تصمیم گرفت دعوت از رژیم را پس بگیرد. وی افزود معنی ندارد که کسی در مذاکرات شرکت کند بدون اینکه با مبنای گفتگوها موافق باشد.